تقابل مردی که اصلا آسیب نمیبینه و مرد روانی که بیشتر از 24 تا شخصیت داره. گلاس، سلام. امروز فیلم گلاس محصول 2019 رو آوردم که در ادامه اسپلیت و آنبریکبل ساخته شده که توی فیلم قبلی هم توضیحش میدارم، میتونید از اینجا تماشا بکنیدشون. همونطور که گفتم این سگانه یکی از بهترین سگانه های سینماست و اینم در نظر بگیرید که 20 سال ساختش طول کشید، چون اولی سال 2000 اومد، دومیش 2016 و آخریش که همین گلاس 2019. بریم با هم ببینیمش. حواستون بسپل کام رو صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم دیوید رو میبینیم که توی فیلم قبلی هم باهاش آشنا شدیم. دیوید یه بدن خیلی قوی داره که هیچ آسیبی هم بهش نمیرسه و حالا اکثر وقتش رو به پیدا کردن خرابکارا و گرفتن اونا میگذره. پسرش جوزف که حالا بزرگ شدم بهش کمک میکنه و برای این کارم توی زیرزمین خونهشون کلی سیستم وصل کرده که همراه پدرش بتونن دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنن. الانم فهمیده که 4 تا دختر روزیده شدن و به پدرش توضیح میده که مرد آدم رو با امکان داره که کدوم محل باشه. طرف دیگه شهر همین 4 دختر رو میبینیم. کوین، مرد روانی قدرتمندی که تو قسمت قبل فیلم هم دیدیمش، کسی که اونا رو دزدیده. یادمونه که کوین مشکل چند هویتی داشت و با 24 شخصیت مختلف رفتار میکرد. 24مین شخصیت یه حیولای وحشتناک بود که وقتی بهش میرسید قدرت و سرعت زیادی به دست میآورد و ثابت میکرد مثل اول قهرمان است. این بار با شخصیت یه بچه 9 ساله به اسم هدویگ داره رفتار میکنه و به دخترو میگه شما قرار برای حیولا قربانی شید چون گوش نشه. چند ساعتی میگذره و دیوید با راهنمای پسرش به محله میاد و پیاده روی میکنه. نقطه هایی که 4 دختر شوزیده شدن همه به این محله مشترک بودن و دیوید هم معتقد اگه آدم های اینجا رو چک کنه میتونه مظنون رو بگیره. یادمونه که دیوید یه قدرت عجیب داشت و به محض لمس بدن دیگران همه کارهای بدشون رو میتونست ببینه. موفق میشه چون اتفاقی شونش به کوین میخوره که برای ورزش توی خیابون و 4 دختر بیچاره رو هم میبینه. به محض دیدن این صحنه به جوزف خبر میده و یواشکی دنبال کوین راه میفته و به مخفیگاهش میرسه. قبل اینکه کوین بره پیش دخترها، دیوید به اونا خودش میرسونه و آزادشون میکنه. حالا میخوان فرار کنن اما کوین با شخصیت وحشتناک 24م یا همون حیولا در حال راه رفتن روی سقف سر میرسه. جنگ بزرگی شکل میگیره و دیوید و کوین با همه قدرتشون همو میزنن. حتی از بالای ساختمون ها میافتن اما هیچکدوم بلایی سرشون نمیاد. دوباره میخوان مبارزه کنن که متوجه کلی مامور پلیس میشن. این بار مامورا یه چراغ خیلی بزرگ آوردن و مدام خاموش روشنش میکنن. انگار روی کوین تاثیر بد میذاره به حدی که شخصیت حیولا کلا میره و کوین به خود ضعیفش تبدیل میشه. برای همینم هم هر دوشون مجبور میشن جلوی مامورا تسلیم شن. جوزف فهمیدن دستگیری پدرش هول کرده و متوجه میشه هر دوشون رو قرار ببرن به تیمارستان. توی تیمارستان با دکتر الی آشنا میشیم که مدیر اصلی اینجاست. دکتر الی به ملاقات کوین و دیوید میره. بهشون میگه شما فکر میکنید اول قهرمانید اما این اشتباهه. هر دوتون فقط مشکل روانی دارید و من اینجام تا بهتون اینو ثابت کنم. تو اتاق کوین کلی چراغ بزرگی که دکتر الی میگه هیچ وقت سعی نکن فرار کنی، وگرنه این نورهای هیپنوتیزمی فعال میشن و جلوتون میگیرن. هر بار که چراغ چشمک بزنن شخصیت تو یه بار تغییر میکنه. برای دیوید هم توضیح میده که چجوری دور تا دور این اتاق یه مخزن بزرگ آب وصل شده. یادمونه که غرق شدن تو آب تنها نقطه ضعف دیوید بود. دکتر میگه اگه سعی کنی فرار بکنی تمام آب مخزن اینجا میریزه و تو خفه میشی. جالبه که تو اتاق کناری این دو نفر مردی به نام الایجا بستری شده، مردی که خودشو به اسم آقای شیشه‌ای معرفی کرده بود و حالا حسابی پیر شده. آقای شیشه‌ای کسی بود که با یه سری جنایت بزرگ اومد طرف دیوید تا به ایش ثابت کنه ابر قهرمانه و همیشه آرزو داشت کل مردم دنیا بفهمن ابر قهرمانا وجود دارن. آقای شیشه‌ای هوش خیلی زیادی داشت و تو همین تیمارستانم بارها تونسته بود که دوربینا و همه چیزشون رو هک کنه. اما بعد اینکه حسابی به قرص دارو بستنش مثل مرده متحرک شده. اینم یادمونه که این مرد از بچگی شرایط خاص داشت و با کوچکترین ضربه استخوناش میشکستن، دقیقاً مخالف ویژگی‌های دیوید که هیچ آسیبی نمی‌بینه. تنها کسی هم که تو همه این سال‌ها به دیدنش میاد و هنوز هم ازش ناامید نشده مادرشه، یعنی خانم پرایس. خلاصه که چند ساعت بعد دستگیری کوین و دیوید وقتی میخوان بهشون قضا بدن در اتاقشون باز میشه و برای اولین بار میفهمن هر دو روبروی هم زندانی شدن. هر دو یاد مبارزه میافتن و برای بسته شدن در سعی میکنن بشکننش تا دوباره به هم برسن و بجنگن. اما خب این باعث میشه لوله‌های اتاق دیوید بشکنن و با فشار شدید آب بریزه داخل. چند لحظه بعد به دستور دکتر الی آبو میبندن و میاد تا خودش دیوید آروم کنه که موفق هم میشه. کوین هم هر بار سعی میکنه بره سمت در چراغ چشمک میزنن و شخصیت حیولا از بین میره. جف میبینه که برای آزادی پدرش به تیمارستان میاد اما هر چی اصرار میکنه دکتر الی میگه غیر ممکنه و باید دیوید اینجا بمونه و از طرف دیگه هم این دختر غریبه میاد اینجا. درخواست ملاقات به کوین میده و میفهمیم کسی نیست جز کیسی، دختری که تو قسمت قبلی فیلم
یکی از قربانی‌های کوین بود که تونسته بود در بره. منتها تو مدت کمی که پیش کوین بوده همه شخصیتاشو شناخت و فهمید که چقدر درگیری روانی داره. برای همینم مشخص از اون موقع ارتباطش با کوین قطع نکرده. کوین هم از دیدن کیسی خیلی خوشحال میشه. اما به عنوان هدویک، همون شخصیت 9 سالش، یه دفعه تبدیل به دنیس عصبانی میشه و باهاش بد صحبت میکنه. به کیسی میگه تو هم مثل بقیه منو باور نداری و کیسی دستش میذاره روی دست مرد. اسم کاملش کوین رو صدا میکنه و ازش میخواد که یه لحظه همه شخصیت های دیگر رو کنار بذاره. کوین هم همین کارو میکنه و به محض برگشتن به خود واقعیش حسابی به هم میریزه و میترسه. از کیسی میخواد نجاتش بده چون اینجا دارن خیلی باهاش بد رفتار میکنن. کیسی با ناراحتی میره بیرون و دکتر الی هم دنبالش راه میفته. ازش میخواد کمکش کنن تا زودتر به نتیجه برسن. دکتر الی از زمان دستگیری این افراد تنها 3 روز وقت داره که نتیجه رو گزارش بده. این 3 روز رو به سختی تونسته از تمام نیروهای امنیتی به دست بیاره تا ثابت کنه که این افراد واقعا ابرقهرمانن یا فقط مشکل مغزی دارن. اگه نتیجه درستی هم نگیره، هر 3 تاشون تا ابد باید اینجا بمونن. اما کیسی حرف نمیزنه. ساعتی بعد دکتر الی اولین جلسه گروهی رو بین این 3 تا میذاره، البته با کلی امنیت. شروع به صحبت میکنه و اول به دیوید میگه تو فکر میکنی اینکه توی آب غرق میشی یه نقطه ضعف مهمه که ثابت میکنه ابرقهرمانی، چون همه ابرقهرمانا یه دونه دارن. اما خودت هم میدونی ترس غرق شدن از بچگی باهات مونده و مثل آدمهای عادی. بعدم عکس ام آر آی دیوید رو نشون میده که از زمان تصادف قطاری که توش بوده مغزش کلی آسیب بزرگ دیده. میگه به خاطر همین آسیب هاست که یه مقدار منطقت کم شده و فکر میکنی ابرقهرمانی، وگرنه تو هم توی اون تصادف نزدیک بوده بمیری. در مورد اینکه با لمس بقیه هم زندگیشون رو میتونی ببینی، این یه قدرت عجیب نیست. صدها شگرد مختلف وجود داره که میشه با نگاه به ظاهر دیگران تشخیص داد اونا گناهکارن یا نه. تو هم داری از اونا استفاده میکنی، فقط به دروغ و توهم فکر میکنی یه قدرت خاصه. بعد با کوین صحبت میکنه و اول از همه همون اسمی که کیسی گفته بود و به زبون میاره. کوین به خود واقعیش تبدیل میشه و دکتر میگه تو خیلی توی زندگیت بحران داشتی و بقیه بهت آسیب زدن. برای همینم هر سری یه شخصیت ساختی تا خلأ زندگیتو پر کنی. یه بار شبیه یه بچه یا یه زن که حکم مادرتو میتونه داشته باشه. اینکه میتونی از دیوار بالا بری یا روی 4 دست و پا بدوی یه قدرت خاصی نیست. تو همیشه توی باغ وحش کار میکردی و بعد این همه سال مشخصه که میتونی شبیه حیوانا رفتار کنی. کلی آدم ورزشکار دیگه هم میتونن این کارو بکنن. کوین میپرسه اگه همه اینا فقط تلقین و توهمن، پس چجوری من توی مخفیگاه هم جلوی کیسی تونستم حتی میله های آهنی رو هم خم کنم؟ دکتر جواب میده مخفیگاهت هم حتی زیر همون باغ وحش بود، جایی که نزدیک 50 سال از ساختش گذشته و مشخصه که آهنهاش زنگ زدن و ضعیف شدن. به خاطر همینم تونسته بودی این کارو بکنی. کوین میگه من با شاتگانم بهم شلیک کردن اما روم اثری نداشت. و دکتر دوباره میگه امکان داره باروت فشنگا آب خورده باشه. بارها پیش میاد که به خاطر این قضیه گلوله‌ها مثل پرتاب یه پلاستیک میشن و حتما سر تو هم همین اتفاق افتاده. این جلسه تمام میشه و آخر شب آقای شیشه ای رو میبینیم، کسی که انگار تمام رفتارهاش تا الان دروغ بوده. برخلاف بی‌حسی و کرخ بودنش از صبح، یه دفعه از اتاق میزنه بیرون، یواشکی میره پای کامپیوتر. انگار همیشه این کارو انجام میده. از اونجا پرونده کوین رو در میاره و با خوندنش یه چیز جالب میفهمه. نزدیک 15 سال پیش آقای شیشه‌ای باعث تصادف قطاری شد تا به دیوید ثابت کنه که ابرقهرمانه. توی اون تصادف همه غیر دیوید مردن و پدر کوین هم یکی از اون مسافرا بوده. همه چیزو در مورد کوین میخونه و موقع برگشتن میبینیم که هیچکدوم از قرصهایی هم که تا حالا بهش دادن رو نخورده. یعنی ذهنش کاملا سالمه و هنوزم مثل یه نابغه میتونه همه کارها رو انجام بده. یواشکی میره به اتاق کوین، بهش میگه به من کمک کن تا به همه دنیا ثابت کنیم که ابرقهرمانا وجود دارن. نقش آقای شیشه جالبه. برای کوین توضیح میده که من میخوام تو رو با شخصیت حیولات توی دنیا نشون بدم. شاید تو با دیوید مقابله کنی و یکیتون بمیره، اما این قضیه جلوی همه مردم باید اتفاق بیفته. برای همینم کل دنیا بهش ثابت میشه که شماها چه قدرت‌هایی دارید و ابرقهرمانا واقعا وجود دارن. کوین هم مشخص از این نقش خوشش میاد. روز بعد میرسه. نگهبان‌ها آقای شیشه رو میبرن به اتاق عمل. از فیلم دوربین‌ها فهمیدن شب قبلی چیکار کرده و حالا میخوان مغز اونو با استفاده از لیزر بسوزونن تا واقعا مثل یه مرده متحرک شه. همین کارم هم میکنن. شب میرسه و آقای شیشه‌ای فقط به گوشه‌ای زل زده. پرستار میاد تا بهش غذا بده و یه رفه آقای شیشه‌ای با یه تیک شیشه گردن پرستار رو میزنه. حالا میفهمیم اینم جزو نقشش بوده. شب قبلی از قصر رفته جلوی دوربین‌ها که امروز بگیرنش. لنز دستگاه لیزر هم تغییر داده بود تا کلا بهش آسیبی نرسه و خلاصه بعد کشتن پرستار به اتاق کوین میره. همه چراغ‌های هیپنوتیزمی هم میشکنه و با دیدن شخصیت حیولای کوین و قابلیت‌های عجیبش خیلی خوشحال میشه. حالا میره به اتاق کنترل و با میکروفون به اتاق دیوید وصل میشه و میگه تو یه بار دیگه از من شکست خوردی. من و کوین داریم به ساختمون معروفی به اسم برج اوساکا میریم تا اونو بهتر کنیم و به دنیا ثابت شه ابرقهرمانا وجود دارن. اگه میخوای جلومونو بگیری، در اتاق جلویتو باید بشکنی، چون اگه باورش داشته باشی قدرتت همونقدر واقعا زیاد میشه.
خب مشخصه دیوید همین کارو میکنه و با سرعت دنبالشون راه میفته. دقیقاً همین لحظه دکتر الی همراه با جوزف، خانم پرایس و کیسی که برای ملاقات این سه نفر اومدن به تیمارستان میرسن. تازه میفهمه که اینا قراره فرار کنن و دکتر الی با دیدن مجله که روی میزشه میفهمه که میخوان برن به برج اوساکا. سریع به پلیس خبر میده و طرف دیگه تیمارستان آقای شیشلو میبینیم که یواشکی میره به اتاق امنیتی تا همه دوربین ها رو هک کنه. بعدم میره بیرون دنبال کوین و توی همین محوطه تیمارستان دیوید جلوشون رو میگیره. کوین روانی با قدرتش ماشین پلیس ها رو هم حتی چپ بکنه. جوزف، کیسی و خانم پرایس هم با شنیدن صداها میان بیرون و حالا به چشم میبینن که کوین چقدر قدرت داره. مبارزه کوین و دیوید شروع میشه. پلیس های بیشتر میرسن و هر دو اول از همه پلیس ها رو کنار میزنن. متأ کوین اونا رو میکشه اما دیوید فقط توی کانتینر زندانیش میکنه که آسیبی نبینن. با دستای خودش هم یه میله آهنی و قشنگ خم میکنه تا نتونن بیان بیرون. صحنه که مثل خیلی لحظه های دیگه دوربین امنیتی هم ضبط میکنه. کوین میخواد به دیوید حمله کنه که جوزف میاد وسطشون. به کوین میگه پشت همه این قضیه ها آقای شیشه ای میخواد ازت سوء استفاده کنه. اون بود که باعث شد پدرتو کشته شه و اینطوری آسیب ببینی، چون اون با نقشه ها و ایده های مسخرهش هممون رو نابود کرده و مقصر همه چیزم خودشه. کوین عصبانی تر از همیشه حالا که فهمیده این مرد باعث مرگ پدرش شده، یه دفعه سمت آقای شیشه ای میره و با یه ضربه به قفسه سینه‌اش اونو میکشه. حالا میره طرف دیوید، با قدرت زیاد اونو پرت میکنه داخل مخزن آب بزرگ کنار تیمارستان. منتها این بار دیوید تسلیم نمیشه و با ضربات محکم به دیوارش اونو میشکنه و میاد بیرون. کوین با نگاهی به شهر میخواد سمت برج بره تا خود واقعیشو بدونه نشون بده که کیسی دستشو میگیره. استون اونو صدا میکنه و کوین با فریادی بلند به شخصیت واقعی خودش تبدیل میشه. کیسی اونو تو آغوش میگیره. هر دو خوشحالن تا متوجه مامورهای امنیتی پشت سرشون میشن. کوین کیسی رو به طرفی پرتاب میکنه و مامورهای پلیس اونو به رگبار میبندن. شاید به خاطر اینکه کوین به هیولا تبدیل نشده بود یا شاید هم به خاطر اینکه فقط یه آدم معمولی بوده، به هر حال این گلوله ها اونو میکشنش. دیوید رو میبینیم. درسته بیرون اومده اما هنوز شوکه است و حمله عصبی بهش دست داده. یه دفعه یکی از نگهبان های تیمارستان میاد سمتش و با بیرحمی سر اونو تو چاله ای که جلوشونه فرو میکنه. این مرد یه تتوی عجیبم داره و به قصد کشتن دیوید این کارو انجام میده، چون میدونه که آب نقطه ضعفشه. دکتر الی هم میاد جلو و دیوید که فکر میکنه زن برای کمکش اومده دستشو میگیره. به محض لمس کردن اون دیوید گذشتش رو هم میبینه. دکتر سر میز ناهاری با چند تا از آدم‌های مهم که همشون همون تتوی مشترک این نگهبانو دارن. تو صحبتایی که با این افراد میکنن دیوید میفهمه که دکتر الی میدونسته این سه نفر واقعا ابرقهرمانن، اما باید بهشون ثابت میکرده که نیستن، وگرنه دنیا تعادل خودش رو از دست میداده و این سه نفر میتونستن با قدرت‌هاشون همه دولت‌ها و سیاستمدارا و هر چیزی رو از بین ببرن. دکتر الی که دیگه نقشه کثیفش رو رفته، به نگهبان دستور میده کارشو کامل انجام بده تا جایی که دیوید نتونه نفس بکشه و اونم همین کارو انجام میده و کارش تموم میشه. دکتر الی بعد پایان قضیه یه جلسه مهمی میذاره که دوباره همون افراد جمع میشن. بهشون میگه من برای بار چندم تلاش کردم اما نتیجه خوبی نداد، چون میخواستم با روانشناسی ثابت کنم اونا اول قهرمان نیستن، اما در آخر باعث شد ترسشون توی دعوایی با هم کشته شن و به هم آسیب بزنن. وقتی به تیمارستان برمیگرده تازه متوجه عمق فاجعه میشه. آقای شیشه ای زمان هکران دوربین ها کاری انجام داده بود که همه چیز دوباره طبق نقشه پیش رفته. همه فیلم های دوربین ها برای جوزف، خانم پرایس و کیسی ارسال شدن، همراه این پیام نوشته که میدونم قراره بمیرم، شاید هر سمونم بمیریم، اما امیدوارم نتیجه خوبی داشته باشه. این سه نفرم بدون باختن حتی یه لحظه با هم تماس میگیرن و به یه رسانه بزرگ میرن. فیلم هاشون همه جا پخش میشه و همه مردم میفهمن که ابرقهرمان ها واقعا وجود داشتن، اما با خاطر نقشه کثیف دکتر الی جونشون از دست دادن. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم گلس، فیلمی که معنا مفهوم خیلی آنتی سیستم پشت خودش قایم کرده و برای همین هم هست که توی سینمای هالیوود زیاد بهش پرداخته نشد و کلن اونقدری که باید سر و صدا نکرد. به خاطر اینکه زمان صحبت از این فیلم حتما باید به این اشاره بکنیم که یه سیستمی وارد است هست. سیستمی حالا بهش میگه ایلومیناتی، یکی بهش میگه فراماسونری، هر کی اسمی روش میذاره. من خودم بهش میگم اون سیستم چشم جهان بین، کسی که اون بالا دسته و هدف اصلیش اینه که میخواد به شماها بگه شما هیچی نیستید. حتی اگر ابرقهرمان باشید، حتی اگر ضد قهرمان باشید، چه خوب باشید چه بد، میخواد بهتون یه چیز واحد رو یاد بده، اینکه شما هیچی نیستید. اصلا مهم نیست که چقدر بخواید تلاش بکنید، چقدر قابلیت‌های عجیب دارید، همه‌شو بخواد یه ربط علکی بهتون بده و بگه که اینا واقعی نیستن، شما هیچ توانایی ندارید. دلیلش هم اینه که باور انسان هاست که اونا رو به هدفشون میرسونه، اونا رو با هم یکی میکنه. اصلا همین باور است که باعث میشه شما باور کنی یه نفر بالا دستت هستش، یه سیستمی اون بالای بالا هست که خیلی بزرگتر از دولت خودته و در نهایت باید بری علیهش یه اقدامی انجام بدی.
همین قضیه است که اصلا به تو قدرت مقابله با اونو میده. و خب این فیلم هم خیلی قشنگ نمایش میده که همون دکتر الی که دیدیم میخواست به همه اینا بفهمونه شما هیچی نیستید، فقط دارید توهم میزنید، فقط به خاطر اتفاقاتی که براتون افتاده الکی دارید کارو انجام میدید. در حالی که خب توی صحبتاش با بالادستی خودش دیدیم که همشون میدونن اینا سوپر هیرو، معلوم نیست چند بارم این کارو انجام دادن و میخوان یا به اینا بفهمونن که توهم زدید و به زندگی عادی برگردوننشون، یا اینکه سرشون زیر آب بکنن. همونطوری که دیدیم در آخر کوین نتونست خودشو کنترل بکنه، زد به سیم آخر، روانی شد، همینطوری همه چی رو داشت میکشه و هم میزد، قدرتش استفاده میکرد. از اونورم دیوید بود که بازم زنده مونده بود، ولی این دفعه دکتر الی سرش زیر آب کرد، گفتش که تو باید بمیری پس، چون جایی نداری تو این دنیا با عنوان یه سوپر هیرو. خلاصه که میگم محتوای خیلی بزرگی پشتشه، برخلاف اینکه یه فیلم سوپر هیرویی میتونی بهش نگاه بکنید، ولی به نظرم یکی از بهترین ها توی این زمینه است. کارگردانش خب شاید بشناسید، کارگردان سری فیلم اونجرزه و همچین کارگردان بزرگی اومده اینو ساخته. دلیلش هم انگار یه دهنکجی به سینمای هالیووده که میاد میگه که شما درست از ابرقهرمان ها حرف میزنید، درست میاد اونجرز رو من میگه که براتون بسازم، ولی ابرقهرمان های واقعی باید اینطوری باشن، چون هیچ کسی اگرم وجود داشته باشن نمیخواد باور کنه که وجود دارن، هیچ کسی نمیخواد وجود داشتن اینا رو به گوش بقیه دنیا برسونه. به خاطر همینم هم هستش که رسانه های اکثر کشورهای جهان اون خفقان و سرکوب کردن رو دارن توی خودشون، چون دوست ندارن که خیلی چیزها به گوش کل دنیا برسه. شما تصور کن یه روز توی یه جای دنیا یه آدم مثلا بتونه که با قدرت ذهنش یه چیزی رو حرکت بده، یه دفعه واقعا بتونه از چشم سوم، از قدرتش، از حال هر چی که هست استفاده بکنه و اون کارو بکنه، بعد این ویدیو واقعا ثابت شه که واقعی و کلا وایرال بشه، اون موقع همه آدم ها شب به اون قدرت پی ببرن و با تمرین ها و حالا هر چیزی که هستش بتونن واقعا اون کارو انجام بدن. اگه همه آدم ها به این قدرت دست پیدا بکنن دیگه کار اون سیستم بالادستی تمومه، کل دنیا آشوب میشه، همه میخوان با هم دیگه بجنگن، همه میخوان هر چیزی که میخوان با قدرتشون جابجا بکنن، کلا یه حالت هیاهو توی دنیا به وجود میاد. برای همین هم هستش که حالا تا یه جای کنترل کردن درستی که نمیخوان آشوب بشه، ولی از یه جایی هستش که دیگه همه میدونیم دوست ندارن که آدما به قدرتشون دست پیدا بکنن. همین خواستم بگم که معنی پشت فیلمو قشنگتر درک بکنید، بخاطر اینکه خیلی زیبا میاد نمایش میدادش، مخصوصا کارهایی که دکتر الی میکنه، اون صحبتایی که توی جلسه های تراپیش با بقیه انجام میده با اون سه نفر تا بهشون بفهمونه هیچی نیستن و خیلی قشنگه. خلاصه که به روایتی تو این فیلم میخواست دکتر الی کاری بکنه که اینا هم ماتریکس فرار نکنن و در آخر هم کردشون تو ماتریکس کلن زیر خاک. خلاصه همین، نمیخوام که سرتون درد بیارم، خواستم فیلمو بیشتر درک بکنیم. حتما اگه فیلمو پیشنهاد بدید یه هشتگ پیشنهادی برام بزنید، چون کامنت ها زیاده من نمیتونم همه رو بخونم، میرم یه وقتایی توی کامنت ها سرچ میکنم هشتگ پیشنهادی یا کلمه پیشنهادی رو مینویسم و که فیلم ها که شما گفتید رو میذارم. خیلی دوستتون دارم، لایک کامنت ساب یادتون نره، تو ماتریکس گیر نکنید، دوستتونم گلسی.